بیش از 300 تن از دانش آموزان شماری از مکتب‌های خصوصی شهر هرات ربات‌هایشان را به این نمایشگاه آوردند. 60% از این ربات سازان که دانش آموزان صنف‌های 3 تا 9 هستند دخترانند. نمایشگاه بزرگی که همه اعمال شما مشاهده میکنیم در 3 بخش کودک خلاق، نمایش آزاد و 8 لیگ که شاگردان با او مسابقه میدن و با هم به رقابت میشن. قرار است ربات های بهترین نمایشگاه به نمایندگی از افغانستان برای شرکت در مسابقات روباتیک به کشورهای استونی، چین و لبنان برده شوند. مطابق با رقابت های جهانی که به حساب شرکت کرده بودیم که به برج 6 بودن، با نظر به همون و مطابق از اون مسابقات ایجاد کردیم که بچه ها بتونن آمادگی بگیرن و برای انتخابی تیم ما به مسابقات جهانی آینده که به حساب به مسابقات روبوتیکس استونی به چین و لبنان هسته، ما برای از اونا بچه ها آماده میکنیم. این ربات ها با وسایل ابتدایی ساخته شدند. این دانش آموزان میگویند که اگر امکانات و وسایل مورد نیاز در اختیارشان قرار داده شوند، می توانند ربات های کارا و پیشرفته تر را بسازند. اگر دولت با ما همکاری کردش داشته هم میتونیم مسائل بهتر بسازیم. با اینکه دولت خود ما همکاری نمیکنه، اما پیشرفت های زیادی در طی همین سالهای پیش یا قبل انجام داده. اگه وسایل ما پیشرفته تر باشه و وسایل های بیشتر در اختیار ما قرار بشه، ما میتونیم وسیله های بزرگتر و کارهای وسیله که کارهای بیشتر داشته باشه انجام بده. به وقت فدرالوردی که ما ساختم قابلیت های بسیار زیادی داره، به خاطری که یه سیستم مثلثی ساخته شده. این ربات یک از قابلیت های اینه که در سیستم از میان این دانش آموزان بهترین ربات سازان عضویت خانه روباتیک افغانستان را به دست خواهند آورد. ربات سازان افغانستان که بیشترشان از هرات هستند، توانستند در رقابت های جهانی روباتیک دستاوردهای خوب داشته باشند. تیم دختران روباتیک کشور در جریان یک سال اخیر چندین جایزه جهانی را در بخش ربات سازی به دست آوردند.